سیاسی اون چیزیست که این مردم رو و بعد نسل‌های برنیامده رو بدهکار بیخردی‌های خودش کرده. این سیاسی است. در حالی که این تابلوها حرف از عشق میزنه، یعنی اون گمشده سرزمین هست. این انقلابی که برپا شده بود برای حمایت از مستضعفین، چه مستضعفی بالاتر از شما؟ این چهره، چهره یک مستضعف واقعی است. کجا باید خیانت بشه؟ این حق کجا باید ادا بشه؟ این خون کجا باید پاسداری بشه؟ خانم زینبی شما بیاید اینجا، خانم کریم بیگی شما بیاید اینجا، مادران پارک لاله شما بیاید اینجا. اینها فرزندانشون و خون فرزندانشون انکار شده. این مادر رو فرزندش رو پیش از 10 ساله بردن و خبری نداره و ما انکار میکنیم. من هنوز 15 سالی لباسهایی که از تنش در بردن من نشستم و همون مورد هم که خودم دادگاه شدم گذاشتم رو میز آقای پیرعباسی. گفتم من 15 سال با این لباس ها زندگی میکنم، از تنش در بردن من نشستم اینا رو. این لباس چون تو اتاقش دراز کشده بود دور تنش اومدن لباس هاشه، من این تیشرت سفید بود، من نشستم، رنگ این سفید تیره شد. اینا راحت، لباس های راحتیش بود، از تنش در بردن لباسش رو پوشوندن لباس. من 15 سال اینا رو نشستم، با بوی اینا زندگی میکنم. سعید من 22 سالش بود، دانشجو بود. 18 تیر 78 مسئله کوی دانشگاه که پیش اومد، 23 تیر اومدن سعید من از خونه بردن، اندازه 10 دقیقه ازش سوال داشتن. من 16 سال دنبال سعیدم، نه زنده‌شو دیدم نه مرده‌شو. نمیدونم به کجا باید برم، بارها اینو گفتم به کدوم ارگان باید مراجعه کنم، جوابگو نیستم. به من میگن باید کنار بیای، با چی کنار بیام نمیدونم. بعد 27 سال جنازه های شهدامونو میارن، دست بیگانه شهید شدم، ولی بچه منو که اندازه 10 دقیقه برده بودن که 16 سال میگذره به من میگن کنار بیا. با چی بیام کنار؟ نه ملاقاتی دارم، نه پلاکی دارم، نه قبری دارم، نه جنازه. یه روز یکی از همکارای وزارتون قدیمی چند مدت بود منو ندیده بود، تو آسانسور منو دید، گفت این الان خیلی شکسته شده فلان، اینا چرا اینجوری شدی؟ گفتم والله از دست این مسئولین مملکت دیگه بالاخره من اینجوری شدم. گفت از پسرت چه خبر؟ گفتم همینجوری هست. گفت چیه؟ چرا اینجوری؟ گفتم والله من یه گلدون دارم تو خونه، گذاشتم جلوی پنجره، این برگا به طرف اون نور پنجره بود. وقتی من با این گلدون درد دل کردم، برگا برگشت به طرف من، پلاسیده شدن یواش یواش. یه روز خانم آمد گوهاشم دیگه با این گلدون درد دل نکنیم، گلدونی داره از درد دل تو پلاسیده شده داره از بین میره، با این گلدون دیگه حرف نزن. به اون آقا این حرف زدم، گفتم گلدون حرف منو میفهمه ولی مسئولین مملکت ما حرف منو نمیفهمن. من 15 سال مثلا اون موقع چند سال بود، من بچه همه گرفتین اون وقت به من خبر نمیدین. امروز روز عاشوراست، در بیرون صدای طبل و سنج و دهل میاد، مردم به خاطر یک حادثه در دور دستای تاریخ عزادارند، بر سر و سینه میزنند. و حالا که ما در دل همین جامعه بهانه‌های بسیار مختلفی داریم برای عزاداری، برای اینکه بر سر و سینه بزنیم، برای اینکه سیاه بپوشیم، من نمیدونم چرا اصرار داریم از کنار این فاجعه‌های جاری جامعه خودمون عبور کنیم، اونها رو نبینیم و به دوردست های تاریخ بریم. من و
مادرم خدا بیامرز مادرم هم خونه ما بود، دخترم کوچیک بود، باباشم خونه نبود. زنگ پایین زده بودن خونه همسایه، اومدم بالا سه نفر بودن که در رو زدن ما باز کردیم در ورود رو، گفت سعید رو میخوایم. اومدن تو خونه بدون اینکه بگردن رفتن تو اتاق سعید، یکیشون تو پذیرایی باز تو اتاق سعید رفتن، حالا گشتن چیا برداشتن زیر بغلشون. مادرم افتاد به پاشون، ما اول فکر کردیم سعید با کسی دعوا کرده، چی اتفاقی افتاده اینا اومدن. دست سعید گرفتن آوردن بیرون. سعید لباس راحتی پوشیده بود، لباساشو خواستن، لباساشو من انداخته بودم بشورم، همینا رو خواستم. سعید پوشید و ما هرچه التماس کردیم، دخترم هم کوچیک بودن شروع کردن به گریه کردن. مادرم سیده مصطفی بود افتاد به پایینا که بچه همون چی کار کرده، آقا تو رو خدا کجا میبریم، بذار ما بیاییم. گفت نه ما کارش نداریم، یه ده دقیقه ازش سوال داریم و برمیگردیم. میرم باشیم فقط باشیم هم دردی کنم. 14 سالی من میرم، اونو جنازه ای به من ندادن. آه قربونی جنو چه برن؟ دقیقه سعید منو بردن که برگردونم. قربونی جنو چه برن؟ قربونی ستارت برم. قربونی چه برن؟ من اون سعید هم نشونی ندارم ازن. آیا سعید کجایه؟ عشق آرزو دینه اون چیه؟ دینه اون مسلمون یعنی چی مسلمونی؟ چی مسلمونی؟ جهون ها باید پردن اصلا بچه های ما گناهکار، من مادر چی گناهی کردن؟ جوونو به پاش گذاشتن که به ثانیه ازم بگیرن؟ میدونم اگر ماما چشمی من ببین میفهمه، ولی من نمیتونم این خواب هست میدونم، ولی خیلی سنگینه، خیلی گاهی اوقات واقعا حسودی میکنم، دلم میخواد برم بشینم سر قبرش براش بگم ازدواج کردم، بزرگ شدم، دانشگاه رو تموم کردم، ولی دیگه نیست. بس به خودم میام نیست دیگه، تو نمیتونی بری بر کسی حرفا رو بزنی. به مریم حسودی میکنم، به آصف حسودی میکنم. به هر مسئول ما میرسیم مثلا میگفتیم که چند سال بچه ما را گرفتن خبر به ما نمیدن، تعجب میکردم. گفتم یعنی چه آقا، مگه میشه 5 سال 6 سال 7 سال بچه شما را ببرن جواب ندن؟ من الان پیگیری میکنم، تکلیفش روشن میشه فلان. بعد از مدتی یه روز دو روز بعد میبینی دیگه فست میخوابن، پنچر میشن، اصلا انگار وجود خارجی نداره دیگه، نه خودشونو به ما نشون میدن نه به ما جواب میدن، اصلا میرن قایم میشن از دست ما که ما نبینیم برای دومین بار بپرسیم. متاسفانه این دولت مردای ما یه جوری برخورد میکنن که یه کسی یه تخلفی انجام میده، قانون مثلا رول میشه مشخصونه با اون فرد برخورد کنن، نمیکنن، از چهار طرف حمله میکنن به خانواده، میخوان بنیان خانواده را از بین ببرن. مثلا 81 اومدن سراغ من وزارتخونه، گفتن از فاضل اطلاعات سپاه اومدن حراست. آی زینعلی شما نمیتونه دیگه، صلاح نیست کار من باشه تو بازرسی وزارتخونه انجام وظیفه کنه. گفتن استعفا بده برو، اگر نره احتمالا بازداشتت میکنن. گفتم آقا چی بازداشتی که من میرم دیگه، استعفا میدم میرم. دادن کارتم برداشت راست، یه ماه و نیم دو ماه بیرون بودم تا اینو ببین اونو ببین. رفت مدیر کل رو میره داره گفت آی زینره درخواست بازخریدی بده. منم از ترسم نامه دادم آقا منو بازخرید کنید. بعد از 28 سال سابقه من بازخرید کردن، 6 میلیون تومان به من پول دادن. اومدم بیرون دیگه، اومدم بیکار نشستم تو خونه پیش خانومم دیگه، کار و زندگی را از ما گرفتن، حق زندگی کردن نداریم. Thank you.
شما برای چی اینجا هستی؟ من 15 سال آقای مرتضی اینجا هستم. هر روز میام که یه امیدی از سعیدم خبری ببینم. در زندان باز میشه بلکه سعید من بیاد بیرون. همچنان تا جون دارم میام تا از سعیدم خبری بگیرم. از عمر مثلا دخترم میکروبیولوژی خونده، دکتر آزمایشگاه، یه دکتر مشغول به کار بود، گفتن برو انگوش نگاره بیار. رفتیم انگوش نگاره گرفتیم آوردیم. بعد از یک دو ماه متوجه شدن به نام زیناله یه مسئله هست، نامه آوردن دادن گفتن خانم زیناله برو پلیس امنیت سوابق خانواده درجه یک تو بگیر بیار. آقا درجه یک خانواده به اون چه مربوطه؟ برادر قاتل به اون چه مربوطه؟ پدر متقلب به اون چه مربوطه؟ این دختر زحمت کشیده، درس خونده، دکتر شده، نباید از سوادش تخصصش استفاده کنه، کار کنه. اونم آوردن این من تونه بیکار نشوندم پیش من. ما وقتی دست به جلوی آمریکا میذاریم جر میدیم، همجرامون رو به مرگ بر آمریکا میگیم. عزیزانی داریم اینجا که فریادشون شنیده نمیشه، اینا کجا برن فریاد بکشن؟ اما من میگم صدای فریاد شما رو اگر 290 نفر نماینده مجلس نمیشنوه، اگر سیستم قضایی صدای شما رو نمیشنوه، اگر رهبر صدای شما رو نمیشنوه، مردم صدای شما رو میشنوند. مردم فراموش نمی کنند که بدهکار چه کسانی هستند. شما پرچمهای راه ما هستید که ما فراموش نکنیم به چه راهی باید بریم و به چه کسانی بدهکاریم. 16 مهر 89 شب ساعت 12 ریختن تو خونمون. 10 نفر لباس شخص. نیرو تو پله ها بود، پایین بود. اومدن خونه ما رو، همه جا رو گشتن، حتی در یخچال رو باز کردن، داخل یخچال گشتن. هرچی سعید عکس مکس داشت، مدارک تو خونه بود، اونایی که اصلا به دردشون هم نمیخورد جمع کردن با کامپیوتر لپتاپ دخترم، که 2 ساعت کشید تا اینا خونه رو بازرسی کردن. رفتنی گفتن شما هم باید با ما بیاین. دخترم گریه کرد، دست منو گرفت، گفت نه مامانم رو نمیخورد. گفت نه شما هم باید بیاین. من و دخترم و ساعت 2:30 شب سوار ماشین کردن، یک سره بردن اوی. همونجا دیگه عکس از همون گرفتن و چشامونو بستن، من و دخترم از هم جدا کردن. من خبر از دخترم نداشتم. من نزدیک 37 روز تو انفرادی تک بودم. نه خبر از زندگیم، نه از خبر از دخترم. حالم انقدر بد شده بود که خدایا چی بلا به سر دخترم میاد. چون دختر من یه 20 ساله از دم کلانتری هم رد نشده بود که بعد بازجویی نزدیک 50 روز بازجویی من کشید. بعد 37 روز من رو آوردن باز همون بند 209 با یه خانم دیگه بود. بازجویی مجدد، شما پیگیر سعید نباید باشی. بعد 12 سال دنبال استخون اومدی، الان اون یک مسعودت هم آوردم اینجا. اگه تو میخوای الناز و مسعود آزاد کنیم، حرف سعید نباید بزن. تعهد بدی که دیگه با هیچ احد و ناسی چیز نکنی، در مورد سعید صحبت نکن. که من همچین تعهد ندادم، گفتم نه، من تا مادرم زندم دنبال سعیدم هست. حالا یه سوال میخوام بکنم خانم کریم بیگی، شما مصطفی رو چند ساله بود؟ مصطفی 26 سال زحمت کشیدید و فرزندی رو تربیت کردید که گل بوده. چون واقعا وقتی شما مصطفی رو توصیف میکنید آدم رعشه به تنش میفته که یه بچه اینقدر پاکیزه. اون روز پدرش میگفت من مریض بودم این پروانه دور تخت من میچرخید. سوال من اینه که میتونید یه روز ببخشید؟ من همون جوری که وقتی که منو اونجا خواستن و گفتم که من نمیخوام مثل شما خونخوار باشم، مثل شما قاتل باشم، من قاتل بچه‌مو میبخشم، ولی به شرطی که بیاد جلوی من، بیاد جلوی چشمم، به من جواب بده، جوابای سوالای منو بده. من نمیخوام مثل اونا قتل صورت بگیره، نمیخوام مثل اونا آدم کش باشم. باید این آدم کشی از مملکت ما ریشه کم بشه. آفرین.
خودمون آذر زبان است. روزی نیست که عکس سعید بذارم جلوم براش بخونم گریه نکنم. از اون روز را رفتنش به دنیا اومدنش، تازه به زبون افتادنش، مدرسه رفتنش، دانشگاه رفتنش، هر روز خدا برام تکرار میشه. من 15 سال تو عروسی ها نمیرم، جای گریه باشه میرم. دوست سعید عروسیش بود، ما رو خواسته بود، خودش اومد گفت باید بیای شما جای سعید پر کن. من رفتم دم سالن، حالم بد شد برگشتم، نتونستم. من 15 سال کارم همینه، هر روز باید گریه کنم تو تنهایی. روز سعید راه میرفت عشق میکردم براش، حالا دیگه نیست. نمیتونم قبول کنم سعید من دیگه نیست. به امید میشنم میگم الان زنگ میزنن از سعید خبر میارن، تلفن زنگ میخوره میدوام. خونمون عوض کردیم چون مستاجریم، هر روز میرم تو اون محل میگم شاید یه روز سعید خبر بیاد تو اون محل. اهل محل به حال من گریه میکنن. سعید فرزند اولم بود، به چه امید بزرگش کردم. حالا بیشتری هاشو برداشتن این ور اونور قایم کرده بودن که من نبودم. اینا رو هر کدوم سعید زحمت کشیده بود، آرزوهایی داشت که به کجا میخواد برسه. گو ما یه روز میشم برای تو افتخار. برای آقای مهندس عباس امیر انتظام و پایداریش. برای مهندس عباس امیر انتظام، برای انسانیتش. برای آقای عباس امیر انتظام به خاطر وطن دوستی. برای مهندس عباس امیر انتظام و زحمت‌های همسرش که اینجا نیست. برای مهندس عباس امیر انتظام به خاطر تمام روزها و سالهای تلخی که به خاطر مردم و ایران متحمل شد. رفتن سعید زندگی ما دیگه از این رو به اون رو شد. باباشه که بیکار کردن، سکته کرد، مجبور شدیم ببریم بیمارستان قلب بسترش کنیم. 8 میلیون گرفتن، عمل کردن، 7 تا رگ عوض کرد، دوباره ریهاش آب آورد، مجددن عمل کردن. دیگه زندگیمون رو مجبور شدیم هرچی داشتیم، یه خونه داشتیم که الان اون خونه رو با 1 میلیارد نمیشه بخریم. ما خونه رو فروختیم، خرج بیمارستان کردیم، خرج این وکیل اون وکیل، از ما عکاسی کردن، پول گرفتن به اسم اطلاعات. امروز سعید میخواییم پروندهش رو ببریم بهت رهبری، پرونده سعید هم ببریم رو برای عفو بذاریم. یه روز از ما پول گرفتن گفتن امشب سعید میاریم ببینیم، تا صبح تو خیابونا ما رو نگران داشتن. امشب نشد، فردا سعید میبریم هواخوری میاریم ببینیم. زندگی ما رو نابود کردن رفت. الانم آخر زندگیمون موقع پیری تو مستجری افتادیم، شوهرم بیکار نشسته، این خونه رو میگیریم کرایه نمیتونیم بدیم، 1 سال تموم نشده یه خونه دیگه میگیریم. ما بعد 50 سال تو تهران زندگی کردن آواره این خونه و خونه شد. ما این روزها گرفتار یک جهالت آذین بسته ایم، جهالتی که اصرار داره که او میفهمه و دنیا نمیفهمه، جهالتی که اصرار داره به این که دنیا باید او رو نگاه بکنه و مثل او باشه، مثل او باشه، مثل او باشه. اینا همه مالونه، آلبوم های تمرشه خود همه قد جا بجا کردی. اینا آلبوم های تمرش همیشه از
قدیم اینا همه مارونه اکساش همه رو بردن این برا ما هر کجا میریم دراب روی این بسته این دادستان جواب نمیده اون رسانت را جواب نمیده این حفاظت اطلاعات جواب نمیده حتی اقل توقع داریم رهبرمون متوجه بشه بگی بدون این خانواده چه دردی داره چی میگه چطور پونده سال آخوی این حرف ما رو واقعا نشینیده دور بریش بهش نمیگه مسئله آخرم مسئله سومالیه واقعا خواب رو از چشم آدم میگیره منظره ها وقتی آدم میبینه نمیتونه گریه نکنه وقتی میبینه یه بچه یه سیاه سومالی عشق داره از چشمش میریزه و با این چشم شهرت میگه من گرسنه‌ام من تشنه‌ام من مریضم من دوا میخوام و کسی به دادش نمیرسه میشه میتونه آدم راحت از شکنجه ها و مشکلات زندگی حرف نمیزنم برای اینکه همه اینها رو قبول کردم از دود اول که هر کسی سرنوشتی داره من هم سرنوشتم اینه باید مقاومت کنم و از حقیقت دفاع کنم و در تمام 37 سال من یک بار بله در مقابل نظام موجود نگفتم سرخم نکردم تایید نکردم هر وقت به من فرمی دادن از نظام جمهوری اسلامی که قبول داری گفتم نه از رهبریتش گفتم نه از کارهاش گفتم این جنایت در تاریخ بسیار سیاه و تاریکه و یک روزی جوابگوی تمام این جنایت ها خواهید الان هم تکرار میکنم خود آقایون بهتر از من میدونن خودشونم شعور خوندن تاریخ رو دارن فهم تاریخ رو دارن ولی متاسفانه قدرت انقدر افراد رو تحت تأثیر قرار میده هم ثروت هم قدرت که زبان دیگران رو میبرن سر دیگران را تن جدا میکنن من سختی های بسیار کشیدم از جمله مادرانی که اینجا ایستادن میتونن حد بزنن که من 37 سال بچه آمان را دیدم سه تا فرزند دارم، دو تا پسر دارم یه دختر دارم که الان دخترم 43 سال است پسر بزرگم 40 سال است پسر کوچکم 37 سال است اینها 37 سال قبل از پیش من رفتن پس بنابراین ببینی چقدر کوچک بودن من تحمل کردم بیبخشید همه میدونن فرزن چقدر عزیزه و چقدر تأثیر گذار اما از نظر من خدمت به وطنم بالاتر از دوست داشتن بچه خامه به هر صورت ایستادم تا آخرین لحظات حیات ایستادگی خواهم کرد هرگز تسلیم زور، فشار، جنایت، شکنجه، دوری ها، درد های انسانی نخواهم بود و از وطنم و منافع وطنم درود بر شما بپذیرید خودتون رها بدید
شما قهرمانان ترسید از فضلش ملت مادر اگر نزایده بر آمده نداریده فینایی نداریده خدا من صبر و بردباری بهتون بده و عجز به فرزند بهتون امیدوارم نتایج خوب رو شما ببینید شما و فرزندان شما و دوستان شما ببینید خواهید باید تعمل بفرمایید این دوران 40 سالم تمام میشه یا 42 ساله تمام میشه این دوران بیشتر از 45 سال دور نخواهد کشید و تمام خواهد شد هیچ نگران نباشید جانشینانشون امیدوارم از مادر سعید زینعلی از این مادر صبور مادری که داغ طولانی دیده یعنی شاید خانم کریم بیگی مادر شهیدی است که دیگه امیدی به برگشتن فرزندش نداره اما این مادر 15 سال چشم به راهه چون فرزندش رو به امانت بردن یعنی 10 دقیقه از ساختمان بردن پایین که چند تا سوال بکنن و برگردن یکم برای ما صحبت کنید یه بارها گفتم سعید منو بردن و 10 دقیقه برگردونن 16 سال 16 سال که منو به کجاها نفرستادن فرستادن منو امین آباد منو فرستادن آگاهی برم شناسای جنازه ها رو از ما پول گرفتن سعید امشب میارن ما ببینیم پرونده رو میبرن به رهبری بلاهایی که به سرمون آوردن الان میفهمیم سعید من همون موقع از توحید میبرن اوین چقدر شکنجهش کرده بودن سعید من حافظه نداشته میبرن 3 نفر 3 دانشجو رو میبرن بیمارستان قمر بنی هاشم به گفته هاشون حالا نمیدونم حالا نتونستم ثابت کنم که اونجا اینا تموم میکنن جنازه ها رو به ما نمیدن نه پزشک قانونی میدن از اونجا خود سپاه میبره کجا دفنشون میکنه نمیدونم من 16 سال همچنان منتظرم بودم یا سعید من زنده بهم بدن حداقل زنده نمیدن جنازه شو به من 16 سال ما میریم قصه میگیم از نو تازه بعد 16 سال من بارانه باید ثابت کنم که سعید به دنیا اومده اصلا سعید وجود داشته یا نه تمام مداره که بردم حقوق شهروندی گذاشتم گفتن نه ما اینجور نگفت جای ثبت نشده که سعید بازداشت شده 16 سال آقای نوروزاد دیگه چیزی ندارم نه قبری دارم نه جنازه‌ای دارم همچنان ما رو میبرن و میارن میخوام روزی بعد چندین سال اگه آقای خامنه‌ای رو دیدم ازش یه سوال بکنم میگم شما حضرت علی من یه زن یهودی پسر منو 15 ساله بردن نه سپاه دشمن سپاه شما آیا من مادر نیستم بعد 15 سال از رهبر بشنوم که بچه من کجا هست چی بلا به سرش اومده من یهودی شما مسلمون شما حضرت علی شما بخواین از سپاهتون که بچه منو کجا بردن نه ملاقاتی نه جنازه ای دارم یه مادرم رو سری به سر هر روز از این ارگان به اون ارگان پدر پیرشو دیدی ما زندگی نمی کنیم واقعا همه مرده ایم این خانواده سعید بعد رفتن سعید چی میتونم بگم به کجا برم نشون از سعید من داشته باشم از ستار خواستم سر خاکش افتادم گفتم ستار تو از سعید من خبر به من بده همچنان دنبال سعیدم بی خبر و یه مادر درمونده درود میفرستم به مادر ستار و خواهر ستار ستارم سعید منه ستارهای دیگه فرق نمیکنه من سعید تو این راه دادم تا زنده هم دنبال سعید هستم تا ببینم به کجا خواهد رسید درود بر شما به امید روزی که سعید عزیز بیاد به امید اون روز به امید اون روز به امید اون روز درود بر شما خدا به صبر بده
گفته بودیم اگه ستار بیاد کوچه رو گلبارون میکنیم. ستار نیومد اما کوچه داره گلبارون میشه. گفته بودیم اگه ستار بیاد کوچه رو چراغونی میکنیم. ستار نیومد کوچه چراغونی نشد. کوچه چراغونی نشد. به امید اون روزی که سعید بیاد کوچه هم گلبارون بشه هم چراغونی بشه. به امید اون روز. کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد ستم مونده هنوز.